گاهی وقتا خلق و خوی یک اولاد آرام هست خب ساکتتر هست اما گاهی وقتا ما میبینیم یک اولاد ما شاد سر حال سرزنده بوده یک ماه میشه که بسیار ساکت شده بلد. یک ماه میشه در کنج خود خلوت کرده یک ماه میشه که مثل قبل و انرژی را و ارتباط را با دیگران نداره این خودش یک زنگ خطره ام. که چی شده که اولادی ما یک آرام نبود تنها نبود چی شده که تمام اون شور و حیجان ها را گذاشته کنار و حالا یک اولاد بسیار آرام ساکت منزوی بی انرژی و در گوشه تنها نشسته این تغییر یعنی علامت ابسوردگی است یعنی باید ادامه دار باشه ادامه دار باشه گاهی وقتا نوجوان ها خب بر اثر دمدمی مزاجی که داره بر اثر تحولات است خب یک روز خوش است و یک روز ناخوش است یک روز سرزنده و سر حال است یک روز دیگه بی انرژی است و آرام است خب اینم یک چیز مشکل نیست جزئی از تحولات نوجوانی است اما اگر نوجوانی دیدین که مدت طولانی تری بیشتر از بگم دو هفته یک ماه دو ماه شد که شش ماه حتی که نوجوان ما آرام شده در کنج خانه نشسته به گوشه دیوار نگاه میکنه حرکتی از خود نداره میلی به درس خواندن نداره میلی به صحبت کردن نداره میلی به معاشرت و رفت و آمد نداره خب این نشان دهنده بیماری افسردگی است افسردگی در دنیای امروز خیلی زیاد شده خانم بیانی جان و خاطر اینکه خود زندگی مدرنیته خود تکنولوژی خود این تحولات تکنولوژی که ایجاد میشه در دنیای امروزی خود به خود باعث میشه که دقدقه های زندگی زیاد شود